زندگی هلن کلر، دختری که در سیاهی مطلق به دنبال نور بود. در حالی که جهان روز جهانی افراد دارای معلولیت را در 3 دسامبر جشن می‌گیرد، زندگی این افراد هنوز به طور کامل برای همگان روشن نیست. هلن آدامز کلر نمونه‌ای قدرتمند از فردی نابینا و ناشنوا بود که در طول زندگی چشمگیر خود توسط عزم، سخت کوشی و تخیلش توانست بر سختی‌ها پیروز شود. او با غلبه بر شرایط سخت و پشتکار فراوان به یک نویسنده، فعال حقوق بشر و فردی مشهور و جهانی تبدیل شد. کلر شخصیتی ماندگار را به تصویر می‌کشد که با اراده‌ای منحصر به فردش و علارغم محروم بودن از نعمت‌های بینایی، شنوایی و گویایی، توانست به بهترین وجه با محیط اطراف خود فعالانه ارتباط برقرار سازد و حتی به درجات بالای علمی دست یابد. در پای تخت ایالات متحده یک مجسمه برنزی از کلر 7 در کنار پمپ آب وجود دارد که با الهام از تصویری از نقطه عطف واقعی در زندگی او ساخته شده است. هلن در 27 ژوئن 1880 در شهر توسکومبیا در شمال غربی آلاباما به دنیا آمد. پدر او آرتور کلر، کاپیتان بازنشسته ارتش و سردبیر روزنامه محلی به نام آلابامایی شمالی بود و مادرش کیت کلر زنی جوان و تحصیل کرده بود. کلر اولین دختر آرتور از کیت بود و او دارای 2 ناتنی دیگر نیز بود. خانواده کلر ثروت خاصی نداشتند. بیشتر آن را در جنگ‌های داخلی از دست داده بودند و درآمد متوسط خود را از مزرعه پنبه کسب می‌کردند. کلر با حواس بینایی و شنوایی به دنیا آمد و به قدری باهوش بود که از 6 شروع به صحبت و از 1 شروع به راه رفتن کرد. او هنگامی که 19 ماهه بود به بیماری مبتلا شد که پزشک خانواده آن را تب مغزی نامید. ماهیت واقعی این بیماری هنوز یک راز است و برخی کارشناسان معتقدند که این بیماری ممکن است مخملک یا مننژیت باشد. چند روز پس از شروع تب، مادر کلر متوجه شد که دخترش نسبت به حرکات و صداها واکنشی نشان نمی دهد. او حواس بینایی و شنوایی خود را از دست داده بود. هلن فوق‌العاده باهوش بود و سعی می‌کرد از طریق لمس، بوییدن و چشیدن محیط اطرافش را درک کند. او روش محدودی برای ارتباط با همراهانش داشت و توسط زبان اشاره می‌توانست علامت‌هایی را برای برقراری ارتباط اختراع کند. با این حال در این مدت متوجه شده بود که افراد دیگر خانواده به روش دیگری با هم ارتباط برقرار می کنند و هنگامی که متوجه حرکت لبهای آنها می شد احساس خشم می کرد. او در این مدت بسیار وحشی و سرکش شده بود و هنگام عصبانیت شروع به لگد زدن و جیغ کشیدن می کرد. برخی افراد خانواده معتقد بودند که او باید در پرورشگاه بزرگ شود. کلر بعداً در زندگی نامه خود نوشت: نیاز به ارتباط برخی مواقع آنقدر ضروری می شد که این سرکشی ها روزانه و گاهی هر چند ساعت اتفاق می افتادن. با وجود این که او فشار زیادی را بر پدر و مادرش وارد می کرد، مادر هلن همچنان امیدوار بود و سخت کوشانه دنبال راهی برای تربیت او می گشت. آن سالیوان در 3 مارس 1887 و هنگامی که تنها 20 سال داشت به توسکومبیا آمد تا معلم هلن کلر شود. کلر از این روز 7 با عنوان تولد روح خود یاد می کند. آن فارغ التحصیل مدرسه نابینایان پرکینز بود. در مقایسه با هلن، آنه نمی توانست دوران کودکی و تربیت متفاوتی داشته باشد. او دختر مهاجران فقیر ایرلندی بود و در 14 وارد مدرسه پرکینز شد. با وجود اینکه سالیوان از مشکلات جدی بینایی رنج می برد، تحت عملهای بسیاری قرار گرفت و بیناییش تا حدی بازسازی شد. موفقیت او با هلن داستانی قابل توجه است و توسط فیلم معجزه‌گر برای مردم شناخته شده است. سالیوان با تکنیک های توسعه یافته توسط ساموئل گریدلی هاو در پرکینز آموزش دیده بود
ولی به علت اراده قوی خود انتخاب شد، زیرا زنان جوان کمی می توانستند چنین شرایطی را با کودکی سرکش تحمل کنند. خشم هلن سالیوان را نیز تحت شعاع قرار داد و سالیوان نمی توانست با وجود خانواده‌ای که فرزندشان را لوس بارآورده بودند او را کنترل کند. در نتیجه یک هفته پس از ورود اجازه گرفت تا هلن را از خانه اصلی بیرون کند و با او در کلبه مجاور زندگی کند. آن کار خود را برای آموزش هلن با نشانه های دستی و هجی کردن حروف در دست کودک آغاز کرد. او امیدوار بود که به هلن بیاموزد اشیا را با حروف مرتبط کند و پس از هجی هر حرف شیء مرتبط را به دست او می داد. هلن به سرعت یاد گرفت که حروف را درست و به ترتیب بسازد، اما همچنان نمی دانست که یک کلمه را می نویسد یا کلمات وجود دارند. او کلمات زیادی را به روش غیرقابل درک می نوشت و از این بازی با انگشت لذت می برد. لحظه معروفی که سالیوان آب را بر روی دست وی پمپاژ و کلمه آن را برایش املا کرد، هلن اولین کلمه اش را آموخت. سیگنال ها آن لحظه در ذهن هلن معنی پیدا کردند و او به سرعت و با لمس اشیای دیگر حروف آنها را درخواست می کرد. او بعداً درباره آن لحظه نوشت: ناگهان هوشیاری مهالودی احساس کردم، گویی چیزی فراموش شده بود. هیجان زده بودم و به نوعی راز زبان برایم آشکار شد. در آن زبان می دانستم که آب به معنای چیز جالب و شگفت‌انگیزی است که روی دست من جریان دارد. آن کلمه روح مرا بیدار کرد، به اون نور، امید و شادی داد و آزادش کرد. همه چیز یک نام داشت و هر اسمی فکر جدیدی را به وجود می آورد. وقتی به خانه برگشتیم به نظر می رسید که هر شیئی که لمس می کردم سرشار از زندگی بود. هلن اولین نوشته خود را 7 روز قبل از اتمام 7 سالگیش کامل کرد. او سریع به تسلط بر حروف الفبای دستی و دستگاه چاپ برجسته خوانندگان نابینا ادامه داد و در خواندن و نوشتن مهارت پیدا کرد. با وجود اینکه در دست خط هلن بسیاری از حروف گرد مربعی به نظر می رسید، از خانایی خوبی برخوردار بود. در ماه مه سال 1888 سالیوان کلر را به مدرسه نابینایان پرکینز در بوستون برد، جایی که دنیای جدیدی از دوستی‌های هلن آغاز شد. او توانست با کودکان نابینا ارتباط برقرار کند و به بازی آنها بپیوندد. او درباره این دیدار نوشت: آه چه خوشبختی برای صحبت آزادانه با بچه‌های دیگر، برای اینکه در این دنیای بزرگ احساس کنید که به جایی تعلق دارید. پس از آن دیدار کلر تقریباً هر زمستان را به تحصیل در پرکینز می‌گذراند. او زبان فرانسه، حساب، جغرافیا و موضوعات دیگر را مطالعه کرد. کتابخانه کتاب‌های برجسته و پرندگان و حیوانات موزه لمسی از جمله مکان‌های ویژه‌ای بود که مورد علاقه هلن قرار گرفت. هلن در سال 1890 و زمانی که 10 ساله بود ابراز تمایل کرد که صحبت کردن را بیاموزد. سالیوان وی را به دیدن سارا فولر در مدرسه ناشنوایان بوستون برد و فولر برای 11 جلسه به او آموزش داد. پس از آن سالیوان خودش به هلن آموزش می داد. با این حال هلن در طول زندگیش از صدای گفتاری خود که درک آن سخت بود ناراضی بود. کلر در مورد روزهای بعدی که با سالیوان داشت نوشت: من کاری انجام ندادم جز این که با دستانم کاوش کردم و نام هر شیئی را که لمس می کردم را یاد گرفتم و هرچه بیشتر با چیزها کار می کردم و نام و کار برد آنها را یاد می گرفتم، احساس شادی بیشتری به جهان پیدا می کردم و اعتماد به نفسم بیشتر می شد. نزدیکی رابطه هلن و سالیوان منجر به اتهاماتی شد که مدعی بودند ایده های هلن متعلق به خودش نیست. هلن هنگامی که 11 سال داشت داستانی به عنوان هدیه برای تولد آناگونوس مدیر مدرسه پرکینز نوشت که پادشاه یخی نام داشت.
او با خوشحالی داستان را در مجله فارغ التحصیلان پرکینگز منتشر کرد. اما بعد متوجه شد که این داستان بسیار شبیه به داستانی است که قبلاً منتشر شده بود. به نظر می رسد که کلر نسخه اصلی را ماها قبل خوانده بود و داستان را با حافظه خود بازسازی کرده بود. او معتقد بود که این داستان ساخته خودش است. اتهام سرقت ادبی برای دختر 11 ساله و معلمش به قدری ناراحت کننده بود که آن دو پرکینگز را ترک کردند و دیگر بر نگشتند. توانایی های شگفت‌انگیز هلن و مهارت های منحصر به فرد معلمش مورد توجه الکساندر گراهام بل و مارک توین، دو قول فرهنگ ایالات متحده قرار گرفت. توین و بل که از دوستان و حامیان هلن و آن بودند به دفاع از آنها پرداختند و درباره تهمت سرقت ادبی ابراز تأسف کردند. توین درباره کلر اظهار داشت: دو شخصیت جالب قرن 19 ناپلئون و هلن کلر هستند. خوشبختانه هلن بعدها پرکینز را به خاطر تجربه ناخوشایندش بخشید و در سال 1909 بسیاری از کتاب‌های بریل را به کتابخانه آنجا اهدا کرد. هلن از کودکی مصمم بود که به دانشگاه برود. او در سال 1890 سخنرانی در مدرسه ناشنوایان بوستون را آغاز کرد و 25 سال زحمت کشید تا صحبت کند و دیگران بتوانند او را درک کنند. وی در آنجا بر روی بهبود مهارت‌های ارتباطی خود کار کرد و دروس منظم آکادمیک را مطالعه کرد. در سال 1896 او در مدرسه زنان جوان کمبریج که مدرسه مقدماتی برای زنان بود شرکت کرد تا برای کالج رادکلیف آماده شود. داستان هلن برای عموم مردم شروع به شناخته شدن کرد و او نیز شروع به ملاقات با افراد مشهور و بانفوذ کرد. دوستی هلن با مارک توین از آن زمان آغاز شد و توین او را به دوستش هنری راجرز معرفی کرد. راجرز یکی از مدیران شرکت استاندارد اویل بود و به قدری تحت تأثیر انگیزه و اراده کلر قرار گرفت که موافقت کرد هزینه تحصیلی او در کالج رادکلیف را بپردازد. بنابراین هلن در پاییز 1900 وارد رادکلیف شد و اولین فرد ناشنوایی بود که مدرک لیسانس هنر را از این دانشگاه دریافت می‌کرد. هلن در حالی که هنوز دانشجو بود، حرفه نویسندگی که در طول زندگیش ادامه یافت را آغاز کرد. سالیوان در تمام مدت همراه او بود و مانند چشم هلن عمل می‌کرد. اما چشمان او نیز از مطالعه زیاد آسیب می‌دید و مشکلات چشمی همچنان سالیوان را آزار می‌داد. با وجود اینکه سالیوان تا زمان مرگش به کار در کنار شاگردش ادامه داد، پولی تامسون در آن زمان به عنوان منشی به آنها پیوست و این وظیفه را به عهده گرفت. کلر در 24 سالگی فارغ التحصیل شد. زندگی نامه ی هلن توسط خودش و هنگامی که هنوز دانشجو بود نوشته شد. این اثر با نام داستان زندگی من در سال 1903 منتشر شد. هلن آن را با کمک سالیوان و میسی شوهر آینده سالیوان نوشت. این زندگی نامه به 50 زبان ترجمه شد و تا امروز نیز در دست چاپ است. محتوای آن خاطرات و تحول کلر از کودکی تا دانشجویی را پوشش می‌دهد. از دیگر آثار منتشر شده یه هلن می‌توان به خوشبینی، جهانی که در آن زندگی می‌کنم، آهنگ دیوار سنگی، بیرون از تاریکی، دین من، صلح در رویداد، معلم آن سالیوان میسی و درب باز اشاره کرد. وی علاوه بر اینها به طور مکرر با مجلات و روزنامه ها همکاری می کرد. کتاب 3 روز برای دیدن درباره داستان 3 روز آخری است که کلر بینا بود و می توانست ببیند. قسمتی از کتاب به این صورت به تحریر در آمده است. نیمه شب مهلت موقتی من برای دیدن خاتمه خواهد یافت و شب ابدی دوباره به من نزدیک خواهد شد. طبیعتاً در آن 3 روز کوتاه همه چیزهایی را که می‌خواستم ببینم ندیدم. تنها مادامی که تاریکی دوباره به سمت من هجوم می‌آورد، متوجه می‌شوم چه چیزهایی را ندیدم.
اما ذهنم انقدر با خاطرات باشکوه پر خواهد بود که زمان کمی برای تأسف و پشیمانی دارم. از آن به بعد لمس هر شیئی خاطره پرشوری را به یادم خواهد آورد. آرشیو هلن کلر حاوی بیش از 475 سخنرانی و مقاله است و موضوعاتی مانند ایمان، ظهور فاشیسم در اروپا، انرژی اتمی و پیشگیری از نابینایی را در بر می‌گیرد. او برای تهیه دست‌نوشت‌هایش از ماشین تحریر بریل استفاده کرد و سپس آنها را بر روی ماشین تایپ معمولی کپی کرد. پس از اتمام کالج، کلر تصمیم گرفت تا بیشتر در مورد جهان و اینکه چگونه میتواند به بهبود زندگی دیگران کمک کند، بیاموزد. هلن ابتدا خود را به عنوان یک نویسنده میدید. او از طریق کلمات تایپ شده با آمریکایی‌ها و در نهایت با سراسر جهان ارتباط برقرار کرد. کلر از دوران کودکی به دفاع از حقوق افراد ضعیف پرداخت و از مهارت‌های نویسندگی خود برای بیان حقیقت استفاده می‌کرد. او به خاطر دخالت ایالات متحده در جنگ جهانی اول اعتراض کرد و به عنوان یک سوسیالیست متعهد به دفاع از حقوق کارگران پرداخت. کلر همچنین مدافع خستگی ناپذیر حق رأی و کنترل بارداری ناخواسته زنان و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا بود. او در سال 1924 به بنیاد نابینایان پیوست و بیش از 40 سال در این سازمان برای حمایت و آموزش افراد کمبینا و نابینا تلاش کرد. کلر از بیمارستان‌های جانبازان و سربازان بازگشته از وظیفه از جنگ جهانی دوم بازدید می‌کرد و پیام ایمان و قدرت او در روح افراد مجروح تنین انداز می‌شد. هلن علاوه بر حمایت از نابینایان داخلی به فکر رفاه نابینایان در کشورهای فقیر و جنگ زده نیز بود. تواناییش در کار با رهبران جهان او را به سفیری مؤثر در سراسر جهان تبدیل کرد. هلن یکی از اعضای اولین هیئت مدیره صندوق امداد جنگ نابینایان بود و در کمپین‌های زیادی برای افزایش آگاهی، پول و حمایت از آنها شرکت کرد. او همچنین مرکزی را به عنوان مرکز ملی هلن کلر برای جوانان و بزرگسالان نابینا و ناشنوا تأسیس کرد. بلافاصله پس از فارغ التحصیلی کلر به عضویت حزب سوسیالیست درآمد که به احتمال زیاد به دلیل دوستی او با جان میسی بود. وی بین سالهای 1909 و 1921 چندین مقاله درباره سوسیالیسم نوشت و مجموع آنها را با عنوان خارج از تاریکی منتشر کرد. مطبوعات در بیشتر عمر کلر شجاعت و هوش او را می ستودند. اما پس از اینکه او دیدگاه های سوسیالیستی خود را بیان کرد، با توجه به ناتوانی هایش مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از روزنامه ها نوشت که اشتباهات او ناشی از محدودیت های آشکار در رشدش است. رسانه ها معتقد بودند تمام نوشته های هلن تحت تأثیر معلم و اطرافیانش است و او با توجه به تجربیات محدودش اندیشه ای از خود ندارد. هلن کلر در مورد تأثیر سالیوان در زندگیش گفته است: مهمترین روزی که در تمام زندگیم به یاد دارم روزی است که معلمم آن سالیوان نزد من آمد. وقتی تضاد بی اندازه بین دو زندگی را که به هم متصل می کند در نظر می گیرم متعجب می شدم. معلم هلن سالیوان در طول زندگی خود یک بار ازدواج کرد اما از هلن جدا نشد و او را به خانه خود آورد. این وضعیت مدتی بعد باعث جدایی سالیوان از همسرش شد. سالیوان که در آخرین سالهای زندگی خود هلن را همراهی می کرد در نهایت بر اثر بیماری در سال 1936 میلادی از دنیا رفت. شعر زیر توسط کلر در وصف و گرامی داشت یاد معلم خود سروده شده است. به عمق ناامیدی رسیده بودم و تاریکی چتر خود را بر همه چیز کشیده بود که عشق از راه رسید و روح مرا رهایی بخشید. فرسوده بودم و خود را به دیوار زندانم میکوبیدم. حیاتم تهی از گذشته و عاری از آینده بود و مرگ موهبتی بود که مشتاقان خواهانش بودم. اما کلامی کوچک از انگشتان دیگری ریسمانی شد در دستانم، به آن ورطه پوچی پیوند خورد و قلبم با شور زندگی شعله ور شد. معنای تاریکی را نمی دانم، اما آموختم که چگونه بر آن
غلبه کنم. او در طول زندگی خود افتخارات بسیاری را برای قدردانی از دستاوردهای خود دریافت کرد. از جمله آن می توان به مدال خدمات برجسته تئودور روزولت در سال 1936، مدال ریاست جمهوری آزادی در سال 1964 و انتخاب و دعوت به تالار مشاهیر زنان در سال 1965 اشاره کرد. کلر مدرک دکترای افتخاری را از دانشگاه تمپل و هاروارد و دانشگاه‌های گلاسکو و اسکاتلند دریافت کرد. او همچنین به عنوان عضو افتخاری مؤسسه آموزشی اسکاتلند انتخاب شد. هلن در سال 1961 میلادی چند بار دچار سکته مغزی شد و سالهای پایانی عمر خود را در خانه اش واقع در ایالات کانتیکت گذراند. او سرانجام در تاریخ 1 ژوئن 1968 میلادی فقط چند هفته قبل از تولد 88 سالگیش هنگام خواب درگذشت. خاکستر هلن در کنار همراهانش آن سالیوان میسی و پولی تامسون در کلیسای جامعه سنت جوزف قرار داده شد. نماینده آلاباما در مراسم یادبود عمومی هلن گفت: او یکی از معدود نام‌های جاودانه است که برای مردن به دنیا نیامده اند و زنده خواهد ماند. روحش پس از مرگش و تا زمانی که جهان بتواند بخواند و داستان‌هایی از زنانی تعریف شود که به دنیا نشان می‌دهند هیچ مرزی برای شجاعت وجود ندارد، ماندگار است.